مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در شمال شرق ایران اعلام کرد بامداد امروز قطار مسافربری طبس به یزد از ریل خارج شد و تاکنون 17 نفر فوت و 50 نفر مصدوم شدند. گلعاد آردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز گذشته سه‌شنبه در جلسه رأی‌گیری که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در 77مین نشست مجمع عمومی که از 18 سپتامبر آغاز می شود انتخاب شد. روز گذشته سه‌شنبه در شهر دیاله عراق یک زوج جوان با مهر مقدمه یک دسته گل و 1000 دینار عراقی معادل تقریبا 20,000 تومان و یک سفر حج خانه خدا اندلستطاعه ازدواجی آسان را رقم زدند. در حمله نژادپرستانه افراد ناشناس بر دیوار بیرونی مسجد سبز در اتریش نوشته های ضد اسلامی نوشتند. مسئولان منطقه سولنوی اتریش در بیانیه اعلام کرد مسجد سبز در شرق اتریش هدف حمله نژادپرستانه قرار گرفته است. شهرهای مرکزی و جنوبی عراق این روزها شاهد برگزاری تظاهرات و اعتراضات و قطع برخی مسیرهای مواصلاتی به دلیل کاهش ساعات برق‌رسانی در سایه افزایش دمای هوا و تداوم بحران کم آبی است. پس از انتشار ویدیویی از توهین به قرآن کریم توسط تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در کشور ترکیه موجی از خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی ترکیه و کشورهای عربی را فرا گرفت. ویدیویی که گفته می شود متعلق به یک کلاس درس دبیرستان در منطقه سری که در شرق آنتالیا است چند دانش آموز را در حال پرت کردن و لگد زدن به یک قرآن نشان می دهد. آناتولی به نقل از خبرگزاری باختر مدعی شده شب گذشته سه‌شنبه 17 خرداد ایران تجهیزات نظامی ارتش پیشین افغانستان را به طالبان تحویل داد. به گزارش دولتی باختر این تجهیزات شامل تانک‌های هاموی، مهمات، سلاح و خودروهای نظامی است که در بندر اسلام قلعه هرات به مقام‌های طالبان تحویل داده شده است. مقام‌های هندی امروز چهارشنبه گفتند که پلیس در شمال این کشور یکی از رهبران جوان حزب حاکم ملی‌گرای هندو را به دلیل نظراتش علیه مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرد.